دوازده ماه پیش در آغاز سال 2020 هیچ کس تصور نمی کرد بعد از آغاز سال نو چه اتفاقی پیش روی میلیاردها انسان خواهد بود. سالی شوم و نفسگیر که با شیوع کرونا آغاز شد و با تولید واکسن آن و تغییر رئیس جمهور آمریکا پایان یافت. در این ویدیو برخی از رویدادهای مهم جهان در سال 2020 میلادی را مرور می‌کنیم. The worst fire season ever and every year builds on the last one it seems. It is what it is. شیوع کرونا و تکرار تاریخ. 2020 سال کرونا بود. همه بخش‌های زندگی روزمره 8 میلیارد انسان از سیاست تا اقتصاد، فرهنگ، معیشت، ورزش و ارتباطات روزمره تحت تأثیر همه‌گیری جهانی ویروسی قرار گرفت که هنوز هم بر سر منشأ آن بحث و جدال است. ویروسی که به واسطه آن حدود 2 میلیون نفر از جمعیت کره زمین کم شد. تقریباً همه اخبار مهم سال 2020 با کرونا در ارتباط بود. بیماری ناشناخته و تنفسی که از چین آغاز و کم کم تمام جهان را در بر گرفت و اتفاقی تاریخی را شکل داد. میلیون‌ها نفر در دنیا در همان ماه‌های اول سال گذشته میلادی قرنطینه شدند تا جهان یک قرن بعد از آنفولانزای اسپانیایی بروز یک پاندمی دیگر را باور کند. حالا چشم‌ها به نتایج تزریق واکسن کرونا دوخته شده که اولین بار استفاده عمومی آن به شکل گسترده از 18 آذر در بریتانیا آغاز شد. به مرور کشورهای دیگر هم به این جمع اضافه شدند و افراد در اولویت یعنی کادر درمان، سالمندان و گروه‌های پرخطر در برخی کشورها کم کم در چرخه واکسیناسیون قرار گرفت. آتش سوزی گسترده در استرالیا. بخشی از جنگل‌های استرالیا از اکتبر سال 2019 تا ژانویه 2020 در آتش سوختند. حدود 3 میلیارد حیوان یا جانشان را از دست دادند یا زیستگاهشان را. اتفاقی که یکی از بدترین حوادث تاریخ حیات وحش نامیده شده است. بحران‌های طبیعی سال 2020 نه تنها جان هزاران انسان را گرفت، بلکه میلیاردها دلار خسارت بر جای گذاشت. تقریباً هیچ قاره‌ای از این بحران‌ها در امان نماند. سیل در اندونزی، طوفان و حریق در آمریکا، آتش‌فشان در فیلیپین، زلزله در ترکیه، هجوم ملخ‌ها به شرق آفریقا و بخش‌هایی از هند و آسیا، طوفان موسمی هند، طوفان در اروپا، سیل در هند، ژاپن و چین مهم‌ترین اتفاقاتی بودند که طبیعت و انسان را درگیر کردند. اما لابلای اخبار کرونا توفیق چندانی برای دیده شدن نداشتند. اعتراضات مردمی از آمریکا تا آفریقا. اعتراضات مردمی در سراسر جهان بخش مهمی از اخبار سال 2020 بود. مهمترین و یکی از طولانی ترین اعتراضات این سال مربوط به کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی توسط یکی از نیروهای پلیس این کشور بود. اقدامی نژادپرستانه که ماه‌ها اعتراض و درگیری در ایالت‌های مختلف این کشور را به دنبال داشت. از سوی دیگر اعتراض به نتایج انتخابات در بلاروس و قرقیزستان، اعتراضات کشاورزان در هند، اعتراض به محدودیت‌های کرونا در کشورهای مختلف از جمله آرژانتین، برزیل و آلمان و مناطق دیگر بخش دیگری از رویدادهای سال 2020 بود. سال گذشته میلادی از ارمنستان و آذربایجان تا کانادا، برزیل، کولومبیا، اکوادور و مصر خیابان‌ها شاهد اعتراضات مردم به دلایلی مثل نتایج انتخابات، اعتراض به دولت‌ها، وضعیت اقتصادی و معیشتی و محدودیت‌های کرونایی بودند. مرگ چند چهره شاخص. هنر، اقتصاد، سیاست، ادبیات و ورزش سال 2020 چهره‌های شاخصی را از دست دادند. دیگو مارادونا اسطوره فوتبال، کوبی برایانت چهره شناخته شده بسکتبال، انیو موریکون موسیقیدان مشهور ایتالیایی، سلطان قابوس امیر کویت، کرک داگلاس و کیم کیدوک بازیگر و کارگردان سینما و البته محمد رضا شجریان اسطوره موسیقی ایران تعدادی از شناخته شده ترین چهره‌ها در میان صدها تن دیگر بودند که در سال 2020 این دنیا را ترک کردند. نام بسیاری از این درگذشتگان کمتر در خبرها شنیده شد.
تعویق رقابت‌های ورزشی در سراسر جهان، تعویق لیگ‌های ورزشی مختلف و عقب افتادن برخی مسابقات جهانی تا سال 2021 تنها بخشی از تأثیر کرونا بر جهان ورزش بود. بسیاری از اردوهای ورزشی تعطیل شد، ورزشکاران زیادی به کرونا مبتلا شدند و خسارت مالی بسیاری بر جای ماند. مدتی بعد از شیوع کرونا لیگ‌ها کم کم کارشان را آغاز کردند و برخی مسابقات هم از سر گرفته شد. با این حال برخی مسابقات جهانی هم تا سال 2021 به تعویق افتاد، از جمله کوپا آمریکا، یورو 2020، المپیک ژاپن، مسابقات جهانی ناشنوایان، مسابقات جهانی کشتی و رویداد جهانی ورزش‌های دانشگاهی. چرخش برخی کشورهای عربی به سمت اسرائیل. سال گذشته تعدادی از کشورهای عربی تغییر سیاسی بسیار مهمی را آغاز کردند. عادی‌سازی روابط با اسرائیل از سوی بحرین، امارات، مراکش، سودان و بوتان اعتراضات زیادی را از سوی مخالفان این روند عادی‌سازی به دنبال داشت. رئیس جمهور آمریکا در توییتی که 21 شهریور منتشر کرد، نوشت به دنبال امارات متحده عربی، بحرین هم با اسرائیل صلح می‌کند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد تصمیم بحرین به ایجاد روابط دیپلماتیک با اسرائیل دوران جدیدی از صلح را رقم می‌زند. ساعاتی بعد از اعلام توافق عادی سازی، برخی کشورها از جمله مصر، امارات و انگلیس از این اقدام استقبال کردند، اما در مقابل ایران، تشکیلات خودگردان فلسطین، جنبش حماس و ترکیه این توافق را محکوم کردند. بحران قره‌باغ و شعله‌ور شدن دوباره نزاع قومیتی. مناقشه قدیمی بر سر منطقه قره‌باغ از حدود 2 دهه پیش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان آغاز و سپتامبر 2020 باز هم شعله‌ور شد. بحث بر سر این منطقه که ساکنان آن اکثرا ارمنی هستند، سالهاست روابط این دو کشور را تحت تاثیر قرار داده. آذربایجان میگوید این منطقه بر اساس پیشینه تاریخیش باید تحت حاکمیت باکو باشد، اما ارمنستان که ادعایی درباره مالکیت قره‌باغ ندارد، به دلیل ارمنی نشین بودن این منطقه آن را خود مختار می‌داند و دولت خودخوانده آرتساخ را حمایت می‌کند. در نهایت این درگیری‌ها در ماه نوامبر پایان یافت و آذربایجان بخش‌های تصرف شده را پس گرفت. On the first day of early voting in Georgia, people lined up for hours to cast their ballots. انتخابات آمریکا و شکست دونالد ترامپ. تازه ترین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوامبر 2020 برگزار شد و توانست بیشترین مشارکت را از سال 1900 میلادی تا کنون به خود اختصاص دهد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات با یک پیروزی چشمگیر دونالد ترامپ جمهوری خواه را شکست داد. ترامپ مدت‌ها تلاش کرد اثبات کند که این پیروزی با تقلب به دست آمده، اما در این راه هم ناکام بود. توقف سیاست‌های مخرب و نگران کننده ترامپ دلیل اصلی اهمیت این انتخابات محسوب می‌شود.